3 ساله بیشتر هم هست. نه دیگه به درد نمیخوره اگر در جایی هم که گذاشته، چون کندوم دونه هاش یه مقدارش تبدیل به گرد شده. بله بله بله، اونا دیگه به درد نمیخوره، بلکه برای اینکه کندوم معمولا رطوبت میگیره و خب مثل یه حالتی میشه که اصلا از بین میره. یه سازش داشتم من، چشمم عمل شده. بله. بعد دکتر چشمم یه دارو به من داده که گفته اینو ممکنه مثلا چشم ضعیفه، اگه نخوری ممکنه مثلا برای سوری به وجود بیاد. اسم دارو هم نمیدونم، میتونم براتون بخونم انگلیسیشو؟ گفته اگه این دارو نخورین کور میشین؟ یعنی چی؟ ممکنه بله، میگه حتی آخر اون باید همیشه این دارو رو خورد، ولی من این دارو رو میخورم بدنم خارش میگیره و چون کبد تنبلی دارم. بله، نگاه کنین شما باید دوتا کار بکنین، یکی این که حتما این داروی لیووتاکس رو بخورین که این کبدتون تمیز بشه، چون کبد به چشم باز میشه، چشم یک آینه کبده و بنابراین وقتی کبد تمیز بشه چشمتون هم خیلی بهتر خواهد شد. اینه که داروی تمیز کردن کبد رو بگیرید و استفاده کنید، این میتونه خیلی کمکتون کنه که اون مسئله از بین بره. و ضمن مسئله دوم این هست که برگردین و به دکترتون، فقط دکترتون میتونه این کارو بکنه، به دکترتون برگردین و بگین دارو رو که میخورین شما خارش به بدنتون میده، این ساید افکت رو داره، دکتر حتما براتون عوض میکنه و یه نوع دیگه شو بهتون میده که ناراحتتون نکنه. خواهش میکنم، خدا نگهدارشون. بفرمایید تاشمه رو خط هستید. سلام علیکم آقای دکتر. سلام بر شما، خواهش میکنم بفرمایید. از برنامه هاتون جانم. آقای دکتر من تقریبا یک سال پیش یه خبری شنیدم مثل شتمانن، از بعد از اون هی یواش یواش حواسم پر، یعنی حافظم رو دارم از دست میدم. نمیدونم دوایی هست؟ بله بله، چشم براتون میگم. بله، برای حافظه چند تا چیز خوب هست. یکی همون کندوره که الان صحبتشو میکردیم، کندور بسیار عالیه، پودر کندور بگیرین رو زبونتون بریزین با آب بخورین، خیلی خوبه. و یه داروی هندی هست، یعنی آیورویدیک اسمش هست، باکوپا. باکوپا، داروی باکوپا هم بسیار خوبه. این گیاه باکوپا خیلی برای به اصطلاح مموری خیلی خوبه. این داروی باکوپا رو هم میتونین از هلت فود استورا استفاده بگیرین. دیگه براتون بگم غیر از این که فسفوتاید لیپید هم خیلی خوبه، یه قرصی هست و این رو میتونین بازم از هلت فود استورا بگیرین و استفاده کنین، این هم خیلی کمک میکنه. و ضمن حتما سعی کنین که کتاب و اینا بخونین که این مرتبا مغز شما کار بکنه که حافظتون از دست ندید. بفهمی رو خط هستید؟ سلام آقای دکتر. سلام بر شما جانم. تشکر میخوام بکنم از برنامه همون. خواهش میکنم آقای دکتر. سوالی از خدمتون داشتم راجع به اپسون سالت هستش. بله. من شنیدم میگن که باید توی وان حمام بریزی برای درد خوبه یا برای دیتاکس خوبه، اینو مطمئن نیستم کدومش میشه استفاده کرد. بعد در ضمن مای دکتر، اون چلتو که برنج به شما میگین اسم انگلیسیشو میشه لطف کنید؟ رایس بران. و یه سال دیگه هم با اجازهتون آقای دکتر، برای اینکه مثانه افتاده میشه چه کار برای مثانه میشه کرد که از این افتادهشو برعکس کنی یا درست بکنی؟ آیا این کیگل اکسرسایز خوبه براش یا باید اکسرسایز دیگه ای کرد یا چه کار میشه براش کرد؟ خواهش میکنم، مرسی. بله، اپسون سالت برای درد خیلی خوبه. تو وان همون بریزین، روده یه پاندشو بریزین تو وان همون و یه 10-15 دقیقه استراحت کنین، نه بیشتر، برای اینکه بیشتر سردرد بهتون میده. میتونین تو وان همون استراحت کنین، خیلی خوبه برای دردهای مختلف. و برنج هم، شلتو که برنج هم بهش میگن، رایس بران و فکر کنم بتونین پیدا کنین از مغازه‌های هلت فود استور. بفهمید رو خط هستید؟ آقای دکتر درود بر شما، خسته نباشید. درود بر شما، مرسی. آقای دکتر سوالی که داشتم میخواستم ببینم که بهترین دایتی که افراد ورزشکار از نظر شما میتونن بگیرن که توسط اون میزان چربی بدنشونو ببینید، منظور من کم کردن وزن نیست. بله میدونم چی میگین. کم کردن
چربی بدنشون بدونه که هیچ کرشی داشته باشن، یعنی خیلی دایت هست که منطقی نیست. یه مثلا میگه اصلا شوگر نخورین یا اصلا فلان چیز، خب این بعد از یه مدتی کرش میکنه. بله. میخواستم ببینم نظر شما چیه. چشم براتون توضیح میدم. مرسی. باشه. مرسی. بله، بهترین دایت از نظر برای ورزشکار، البته میدونین که دایتی که ورزشکار معمولا میگیره پروتئین، و پروتئین رو میخورن که هم ماسل پیدا بکنن و همین که این چربی به اصطلاح تبدیل چربی از بین بره. و ولی خب میدونین که دایت های مختلف واقعا خطرات خیلی زیادی داره، مخصوصا دایت ورزشکارا. چرا؟ برای اینکه میان و پروتئین استفاده میکنن، همه چی پروتئینه و همه چیز رو میذارن کنار و این کم کم کبد رو واقعا اذیت میکنه. و معمولا اینجور افراد در سن 40 سالگی میبینین که واقعا میگن میتونیم بگیم پیر میشن در حقیقت، برای اینکه دیگه امراض مختلف میگیرن و کبدشون از کار میفته. بنابراین میشه گفت بهترین دایت باز برای یک آدم ورزشکار، بله پروتئین هست، میتونه پروتئین استفاده کنه، ولی بهتر هست که پروتئین گیاهی استفاده کنه. یعنی به جای وی پروتئین میتونه سویا پروتئین استفاده کنه، میتونه پروتئین های دیگه که از رایس پروتئین استفاده کنه، یا پروتئین هایی که از ناتس ها به وجود میاد، مثل بادوم و پسته و اینها از اونها میگیرن. اینه که بله میشه پروتئین خوب خورد ولی در با منشأ گیاهی، و این میشه گفت که واقعا دایت بسیار خوبی خواهد بود. به اضافه اینکه از هر چیزی هم به مقدار خیلی کم میشه استفاده کرد، یعنی سبزیجات مخصوصا که احتیاج خیلی زیادی هست بهش، باید سبزیجات رو استفاده کرد، و ضمناً مقدار میوه هم باید در برنامه غذایی باشه. برای به این صورت شما میتونید از میوه استفاده کنید که مثلا میوه رو فرض کنین به عنوان صبحانه استفاده کنین و بعدش به قسمت‌های مختلف، یعنی قسمت‌های روز مختلف میتونین از پروتئین‌هایی که گفتم استفاده کنید. بفرمایید، رو خط هستید؟ الو. سلام آقای دکتر. سلام بر شما جانم، بفرمایید. با تشکر از دعوتتون. خواهش می‌کنم. ممنون. من یک سوالی داشتم از شما. حدود دو سه ماهه که یه نقطه از صورتم رو چونم قدیل یک 5 سانتی ریشم در نمیاد. بله. من میخواستم بدونم که مشکل نمیدونم چیه، از چند تا دوستان پرسیدم، هنوز دکتر نرفتم، میگن که استرسه، ولی من هستم که ببینم اشکالش از چیه. بسیار چشم، مرسی. بله، این وقتی که یه قسمت از ریش در نمیاد مثل حالت آلوپیشیا هست و معمولا علتش فانگسه، یعنی علتش قارچه. برای اینکه این رو از بین ببرید سعی بکنید که شب که میخواییم بخوابین یه دونه سیر رو از وسط نس کنید و بمالید رو اون قسمتی که به اصطلاح مو در نمیاد، این بعد از یه مدتی موش در میاد. یا اینکه یه کار دیگه هم که میشه کرد این هست که دنبلان بگیرید و یه مقدار دنبلان خام رو بمالید روی همون قسمتی که به اصطلاح ریش در نیومده، بذارید تا چند ساعتی بمونه و بعد بشورید. اینم باز کمک میکنه که اون قسمت ریش در بره. بفرمایید، رو خط هستید؟ سلام. سلام بر شما جانم. آقای دکتر، من خیلی مریض میشم. بله. بیش مثل سرماخوردگی یا اینکه آنفلانزا میگیرم. چندین بارم که مثلا رفتم پر دکتر میگن ساینس هم بعد شدم باید برم عملشون کنم، درشون میدارم از این چیزا، بعد به همه آنتیبیوتیک میدن از این. حالا این دفعه یه فانگس توی بدن هم روش کرده، هی از این دواهای فانگس میدن به هم، خواستم بدونم که چه پیشنهادی میکنیم. بله، چشم، مرسی، متشکر. بله، شما که گفتین که زیاد مریض میشین، خب علت این مریضی شما باید گفت که واقعا سیستم مسئولیت بدنتون ضعیفه و علت ضعیف شدنش هم توی خودتون میگه فانگس داری. فانگس واقعا بدن را، انوایرومنت بدن را از بین میبره، یعنی یه جوری دیگه میکنه و به اصطلاح بدن را مریض میکنه. خودش مریض واقعا هم خیلی مسئله خیلی بزرگ و بغرنجیه. و برای اینکه این فانگس از بین بره، اولا شما باید به هیچ وجه نشاسته و شکر و شیرینی نخورید. یعنی هرچیشون نشاسته هم هست تبدیل به شکر میشه برای یه مدتی.
و برنج مثلا نباید بخوریم، اینکه تبدیل به شکر میشه در بدن، نشاسته است. و واقعا سبزیجات زیاد، خام خاری خیلی خوبه، به اضافه اینکه خب میتونین گوشت و اینا هم بخورین البته. و مسئله دوم این است که باید داروهای گیاهی اگه دلتون بخواد استفاده کنین، همونطوری گفتم واقعا باید بنتونایت رو در صبح استفاده بکنید و کاپریلیک اسید به اضافه اسید فلس یا همون پروبایوتیک اینها یا فانگیساید داریم ما به صورت طبیعی که تمام اینا رو بعد میتونید بعد بخورید برای یه مدتی که فانگس از بدنتون دیگه یعنی بکشه فانگس رو، چون فانگس واقعا چیز خطرناکی. و اون داروهایی که دکترها میگن میدن بهتون خطرناکتر از خود فانگسه، به دلیل اینکه واقعا رو کبد اثر خیلی بدی میذاره و این رو باید دقت کنید که واقعا از اون داروها نخورید. خب برنامه ما تمام شد، تا هفته آینده همه شما رو به خدا میسپارم. چند نفر رو خط هستن جوابشون رو میدیم. شب بخیر. شما و کارشناسان، سه شنبه 9 شب، دکتر سهراب خوشبین پاسخگوی سوالات شما در امر تندرستی. سه شنبه ها 9 شب.